خوش آمدین، صبح شما بخیر. صبحتان بخیر. فرمایید. تشکر. صبح شما بخیر. خوش آمدین. صبح شما نماز کردین. با هوای سر چطور هستین؟ تشکر. واقعا خوش آمد است. آنو خیلی سر خوش آمد است با هوای سرد. خوقدر سرد نشده که طاقت فرسا باشه. خب سلام خدمت شما بازم، سلام خدمت بیننده عزیز تلویزیون میوان تقدیم میکنم. امیدوارم که از برنامه زیبای شما و برنامه که امروز هستم لذت برده باشن و از آهنگای بعدی هم لذت باشن. آهنگای خیلی شاد میخوانین طبعا، همگی آهنگایتان خیلی دوست دارم. سلامت. آهنگای شاد هم هست، آهنگای آرام هم داریم و باز جای داره که شما رو به این برنامه خوش آمدید بگویم. آهنگ آرام مثل آهنگ دوری مکن، دوری مکن، آوارگی، آهنگ برویار، برگریه خوب است. خوب است. من رو خواهدم به این آغاز اگه آهنگ شاد بود کمی شور دادم خدا دست پای کدم گفتن دو آهنگ بعدی باز نمیشه. بله. و رجا جان در یه آخر مصروف چیکارا بودین؟ من از صفات مجازی و اجتماعی میدیدم که کارهای جدید روی دست داشتین و انجام میدادین. میشه از کارهای جدید برمان؟ خب کارهای جدید من خب تقریبا در گفتین اونا اطلاع دارین از طریق رسانه‌های اجتماعی. در هندوستان مسیح پرچست نو ثبت کردیم که یکیش با خانم فرزانه است که انشاءالله بخیر. ما همیشه وعده کردیم که نیمی هفته بعدی خود انشاءالله امیدوار هستم در نیمی هفته بعدی 100% به بازار عرضه شد آهنگ با تسرس رسانه قرار بگیره و دو آهنگ دیگهش انشاءالله تا ماه عمل بخیر یکیش انشاءالله ریلیز میشه. بخاطر که خیلی زود نمیخوایم با آهنگ بکشم، میگه آهنگ به بازار عرضه شد باز آهنگ بعدیش یک سیمه بود. بله. بله. کارهای جدید یک سه چهار کار جدید دارم. خب بخیر، آهنگایتان زودتر بیاین و ما بتونیم آهنگای زیبایتان داشته باشیم. آهنگ برای خانم فرزانه است، بسیار آهنگ شاد است، آهنگ بسیار شنیدنی مقبول مثل آهنگ جگی جگی. یک چیز وطنی است و دو آهنگ دیگه که است آهنگای بسیار رمانتیک است، آهنگای شنیدنی است. تو بندازی دوری آرام نیست ولی دوسط است. هم با شنیدن است. چیز آهنگ بسیار رمانتیک است. بله. آهنگ جیگی جیگی هم یکی از آهنگایی هست که علاقمندای خیلی زیاد داره. خب مریض خونه شدین؟ ما دکتر هم داریم. نیم فضل خداوند جور هستم. خود دکتر سر اگر تشریف داره از گپای از سخنهای بسیار شیرینشان مستفید شد. بله. خب حالا هم دکتر سیار وفا متخصص امروز داخله در برنامه تشریف میاره. سلام، صبح بخیر. خیلی ما خوشحال هستم روز تالی رفتان هستم. بروش که برنامه دیگه هم داشتیم و پیشتری خبر ما را محض ساخته بودیم که اگر اون وقت ما بخواستید می بودم دیگه فرمان داخل ما داشتید. امرای رجو جان می آفرد. دایتا سب خوش آمدید برنامه زیبای سلام افغانستان. سلام هستم. صبح بخیر. بود رو که مرمان خانه خودم از شما خوش آمدیم. بله. تا هنگ بعدی رجو جان باز دکتر سب روان میکنیم برایتان. در اجرای بعدی تو؟ در اجرای بعدی دکتر صاحب امرای ما بین بخاطر از اینکه اما تو دکتر صاحب خودش هم بعض اوقات مست است هم بعض اوقات غمگین، یعنی ترجید است آهنگ ترجید است با دکتر صاحب امرای استاده شد آهنگ داخل آهنگ. البته تو منظورتان است؟ بله موافق هستین دکتر صاحب. داخل آهنگ خود رفتیم. بله مجبور دکتر صاحب بازم تو با ما با یک رقم اگه احساس باید پیدا شد احساس باید در خانه شما پر از احساس است. سلامت سلامت باشین دکتر صاحب. خب میخوایم که البته ما نظر می است که درباره بیماری صحبت نکنیم، بیشتر درباره خود شما دکتر صاحب پرسان کنیم. امروز صحبت ها متفاوت تر باشه چون رجا جان هم در کنار ما هست و از علایق و سلایقتان بدانیم و بعضی موارد که در رابطه به زندگی شخصی تان است. همیشه هموطن های ما از معلومات طبی شما استفاده کردن، امروز درباره خود شما بدانن. کوتاه میخوایم از شما بپرسیم دکتر صاحب که در کجا به دنیا آمدین و در کجا بزرگ شدین؟ طفولیتتان رو در کجا سپری کردین؟ خب ما از امو بچه های اصیل کابل هستم. در کابل به دنیا آمدیم و در کابل بودیم و بود و باشم در کابل بوده. در این منطقه که فعلا هم هستیم، در این منطقه تایمنی و شهرانه و به دنیا آمدیم و با این محیط آموخته هستیم دیگه. خوشبختانه مهاجرت نکردیم، در تمام حالات در افغانستان بودیم. بعض بجز بس چند سفره که کاری بوده چی بوده برای در افغانستان بودیم. انشالله روزه مجبورت و دور شدن از وطنم نخواد داشتیم. بله. خب تحصیلات در کجا با اتمام رسانده این و بیشتر با کدام ولایت افغانستان تا حالا سفر کردیم؟ من
مکتب ادرسه استقلال خواندیم با فرانسوی ها. بعد از او ما چندین رشته را که پیش بردیم که از او جمله میشه بگم ما لسانس انستیتیم از پانتون تیبی کابل گرفتیم، همچنان بخشیت مالجوی را هم با اتمام رساندیم که خوشبختانه مدت شد که همون اسنادهای مکمل شد و با اتمام رسید. و رشته اصلی و اساسی ما چی است؟ انستیزی و بیوشی هست. پیش شما گفتن متخصص داخله که بعد وقت نازد سنم خورتر از به تخصص نرسیدیم. هنوز یک پزشک هستم که تازه فارغ و حدود 7 سال که درس خوانده هستم. دیگه ولایت هایی را که گفتین ما دوست دارم که تمام ولایت ها را برم، ولیکن از جمله ولایت هایی که رفتیم منطقه دلیل نور که نفهم مربوط نورستان هست، فکر میکنم هست، لغمان هست و جلال آباد هست، به این سمت کاپیسا و پنجشیر و مزار شریف و هرات هست. ما این مناطق سفر کردیم و کامل بهش آشنا هستم. البته دکتر صاحب، من فکر کردم که نظر به سنتون جوان موندین، به او خاطر میخوایم از رجا جان پرسان کنم که تا کنون در طول عمرتان آیا گاه بیماری سخت را تجربه کردین؟ از دکتر رفتین؟ چقدر از دکتر رفتن میدونین؟ واقعا ما در مریضی های بسیاری که کوچک هست، مثل ریزش و گلوندردی و بعضی مریضی های دیگه که یعنی ساعتی هست، اگر اندازه گرچه مریضی هست که ساعتی نیست، همیش باید تدابیر دو دقیق شود، ما پیش دکتر نرفتیم و تا به حال پیش کاری هم نشدیم. بجز یک ماه قبل که من نمیفهم که نظر به چی بود، یک حساسیت که وجود من یک دفعه باز برای من کانول زد، بار بعد از 5 سال 6 سال من پیچکاری شدم. یعنی من پیچ کاری نشده بودم. پس یک فرد خیلی سعدمند است. من در گفتم مجزه خورد ریزه، من هیچ پیچ پیچ دکتر نمیرم، میمونم کم طبیع خودش تداوی شود و پس ساعتی آب شود. در غیر از او اگر زیاد فشار به باید نظر دکتر صاحب چه هست؟ ما یک بادی ملاقات هم داریم، شما در شفخانه ما رجا جان یک بارای نتا یک سال پیش رو آدم ها نبودیم که یک روز میبینیم باز نایفم چطور گنه و همون ترس که از دکترها بود نام بدن، یعنی ما خلافی کردم ملاقات هم داشتیم. خلافی نگردم، خب مقصد من زیاد مصروف شدم، نبودم در افغانستان، به خاطر سبت رفته بودم، باز مصروف شدم، مصروف کارهای دیگه. انشالله مریضی را خداوند دور داشته باشه، فقط به دیدنتان میم تبریکی بشتم. بله خب دکتر صاحب، میشه بگین که شما با موسیقی چگونه هستین؟ آهنگای رجا جان میشنوین همیشه وقت یا نمیشه؟ خب من باید بگم امکان را که آدم عاشق باشه و خواندن رجا جان را نشنوه، این چیز است که نه ممکن است. و ما با خیلا رابطه نزدیک بخواه، لیکن بدبخت نه خوانده میتونم و نه وقتم میتونم، لیکن همیشه وقتی که خسته میشم موسیقی میشنوه. من تا جالب است دوستا بدانم که دمو امارات خانه که ما محیط کاری ما هست، ما تو سم سیستم رو فعال کرده ایم، در جریان عملیات هم بعض وقتا خیلی فشار میه. خب بعض عملیات مثلا از 8 صبح شده میشه تا ساعتای 2-3 شامه، که این دارت هست که مجبور هستیم بعض وقتا باز با موسیقی رو میاریم. واسه وقتا هم خواندن های آرام، یک خواندن در آخر بار آمدم یک چند ریفل کار شده، اما یک سه اولش که بودنش شراب سادش مباید بادم بایم و او یکی از آهنگای هست که واقعا آهنگای سابق هندی هست که ما بازخوانی کردیم، آهنگ انتها شما نگاره میگه، آهنگ از فیلم شرابی هست، افسر شرابی امیتاب بچن ما او را بازخوانی کرده و یک دختر خانم که واقعا از زحل جان غزل بسیار مقبول میخوانه، سلام خدمت شما تقدیم میکنم، همراه ما همکار است در آهنگ بسیار زیبا خوانده. دوستایی که آهنگش میشنوند به ما میگن که دختر هندی است که خوانده، باز من چند جا به شوخی گفتم برای فکر کنم زحل جان ناراحت هم شده بود، نه دختر افغانی است، بسیار مقبول میخوانه، هم فارسی را خوب میخوانه، هم پشتو را، هم هندی. بله گم دارم نازن جان، و این گم هم به دکتر صاحب است هم به رجا جان، ببینیم که کی خوب میتونه که بازی کنه. اول به رجا پیشنهاد میکنیم گمی که پیشنهاد میکنیم بر شما رجا جان، صدای یک از هنرمندای ما تغییر داده شده و شما باید تشخیص بدین که کدام هنرمند ما هست و آهنگ از کی است. ببینیم مشنمیم ای در سلیم از آهنگ بسیار زیبایش حوال وفا نمودی؟ چه خوب شایی گفتیم؟ من با تقیب از امو دیدیم ادامهش وقت ندادم من باید البته بنا رجا جان بود نوبت من رجا جان جواب خواهد دادم البته رجا جان همکاری میکنم رای دکتر صاحب. حالا گیم بعدی برای دکتر صاحب است که آسان است. همکارا کدام گیم است؟
بله همین کارتون هست برای از یکی از هنرمندای دیگه ما است که تغییر داده شده و شما هم مانند راجا جان باید تشخیص بدین که کی هست و باید با دقت بشنوین. درست ان شاء الله دکتر صدیق بشنویم. من که دوست داشتم. دکتر هم دوباره کدر آسانه با دکتر سر پلی کرد. اصلا همین باشه. دوباره سر نشان کامیاب شدین؟ دکتر صاحب آسان بود که والا نه در کنار آسان بودن اگه خودن دیگه رو جان می بود خودتون نه بودین باوجود که بخاطر که من خیلی مشنام شاید در موبایل هم در پلی لیست حتما به سی خواندن رو جان هست ببینیم رو جان ببینه اصلا ما پیشتر نگیم اصلا نه اصلا هست بعدا میبینیم بعد اصلا ایش خواندن نباشه خواندن شرابی صد فیصد اولا چون که عدقر رو سه بار چهار بار مورو میشوم بله متاسفانه دکتر صاحب اگر امو دختر خانه موجود می بود حتما اون رو مجرا می کردم چون او دوگانه است او آهنگ واقعا خودم هم بسیار دوست دارم آهنگی است که بسیار آهنگ تکنیکی است آهنگ یعنی به ریمکس رقم است واقعا آهنگ بسیار شیرین است واقعا انشالله که یک روز اون رو هم در برنامه داشته باشیم گیم بعدی بله شناسی موزیک هست یعنی موسیقی بی کلام هست و قرار است که شما شناسایی کنین که این موزیک مربوط به کدام آهنگ میشه بشنوید فکر کنم بیشتر مشکل شما بخیر مرد این ما فهمیدیم که هندی بود یا افغانی؟ افغانی بود کمپوز اندی هست ولی یک هنرمند افغان خوانده خب نه از اون ربابا یک در شوی برنامه است اگه پلیک نمیشناسیم نشناختم برای خب نشناختن آهنگ گله گذاری کنم آه از بیانجای نرجو بسیار دوست خوب است بیان نرجوز گله گذاری کنم یا جان سپاری کنم همین آهنگ است نه میگن نیست از بیانجای گله گذاری خواست برام جان بیان و نرجو و تایر شباب تایر شباب خواه اورجینال است خواهند باز برام جان ابرا خانم از سینا است نمیفهم کسی است امرو اونو بازخوانی کرده گله گذاری کنم همی است بله یا جان سپاری کنم از تایر شباب است آهنگ از تایر شباب است اورجینالی باز اینا بازخوانی کرده میام چرا نشناخته از اول خب من برام جان خالو آهنگش نام خدا زیاد درشت کرده بودم یا آخر اصلا تایر جان شباب خواندن یا آهنگ باز اینا دوباره بازخوانی کرده بله میشه دکتر صاحب شما هم میشه بگوین که دوست دارین کدام آلی موسیقی رو یاد بگیرین و بنوازین صدای کدام وسیله موسیقی براتون خیلی زیاد خوشایند است ما باید یک چیز جالب بگیم ما یک مدت 3-4 ماه پیش صفی امانی سر سلامانی بله. که شاید ببینن سلام تقدیم شد ما پیش از اون رفتم کار کردم هارمونی میخواستم یاد بگیرم چند مدت کار کردم آخر یک روز دید گفت برو پیش تاوت از تو چیز موسیقی جور نمیشه که بازو باز من شدعا کردم نتونستم یاد گرفته با وجود که برادر بزرگ ما استاد تبابت هستن و استاد جرایی هستن اونا خوب دسترسی دارن میتونن بنوازن ولیکن من هرچی کوشش کردم از اونا بیاد بگیرم با وجود که وسایل موسیقی هم در خانه دارم ولیکن یک چیز هست که استعداد میخواید دکتر شاه عزیز یک موضوع دیگه هم هست در مجموع ما دکترهای محترم خدا که همیشه دیدیم در هر جایی بودن یا در ماینه خانه خود یا در خانه یا در جای کاری خود حداقل با موسیقی سر کار داشته و به خصوص در خانه حتمی و ضروری هارمونیا و طبله بوده و دکترها ما اکثریت خودشان هم میخوانن هم مینوازن خب اون دکتر صاحب هم یاد بگیرن این شوق است این واسه شوق است اردو از طرف عشق برمیگرده که آدم باید عشق داشته باشه دکتر صاحب شما عشق احساس باشه که هنرمند شه ولی که در کنار از اون هم روانشناسا نظرشون این است که چون یک طبابت مسلک است خیلی تنشن داره و سر و سر دمشقات از آدم ضرورت داره با موسیقی و با آرامش رو خب در محفل شب نشینی هم باید گم بتکنیم بله. در محفل شب نشینی اکثرا دکتر صاحب میشنن که دو هفته سه هفته بعد که
بسیار خسته میشن حتما باید موسیقی باشه و بله شکر خب تلاش میاد نیست یا قطع کردم اونجا که کلی همه گفت که اونجا میرم تمام دوستا بفهمین که یعنی ختم است بله تشکر هم وطنان عزیز تا فردا خداوند یار نگهدارتون